دیپلماسی گروگانگیری شهروندان خارجی و دو تابعیتی توسط جمهوری اسلامی سالیان سال است که با حکومت ایران گره خورده. یکی از آن زندانیان دو تابعیتی ناهید تقوی است که بیش از 1000 روز است در اوین به سر می‌برد و سرنوشت او در حالی از ابهام است. او به اتهام عضویت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و به خاطر فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شده. مریم کلارن، دختر او، در گفتگوی با صدای آمریکا میگوید مقام‌های آلمان دیپلماسی سکوت را سلاحه کار خود قرار دادند و در خفا با جمهوری اسلامی در حال سازش هستند. به من همیشه گفته میشه که کیس ناهید تقوی در اولویت وزارت امور خارجه هست و همه تلاشاشون رو میکنن بلکه موقعیت مادرم رو بهتر بکنن و مادرم آزاد بشه، اما در عمل میبینیم که هیچ نوع اتفاقی نیفتاده طی این 3 سال و خورده، بلکه حال مادرم بدتر و بدتر شده، وضعیت جسمیش و بیماریش هی بدتر و بدتر شده و متاسفانه با این حالی که دولت آلمان آگاه هست در مورد این اتفاقایی که افتاده، بیشتر تن میده به دیپلماسی سکوت، یعنی سعی میکنه پشت پرده با مقامات جمهوری اسلامی صحبت بکنه و متاسفانه تا حالا به هیچ نتیجه نرسیده. برای همین انتقاد من به دولت‌های مثل آلمان این هستش که موقعی که میبینید راه کاری که گذاشتین جلو جواب نمیده، خب باید استراتژیاتتون رو عوض بکنین، شاید بیشتر به ما خانواده ها گوش کنین، به خانواده های دادخواه گوش کنین، به مردم ایران گوش کنیم که بیشتر از 1 سال هست با شعار زن زندگی آزادی در خیابان های جمهوری اسلامی هستن و هزینه بزرگی میدن، از اعدام هایی که صورت میگیره، کشتارهایی که کف خیابون صورت میگیره و همیشه ما میبینیم از لحاظ سمبولیک سیاستمدارای غرب میان موهاشون رو کوتاه میکنن، میگن ما در کنار زنان ایرانی هستیم، اما در عمل دارن در واقع معامله هاشونو و بیزنس هاشونو با جمهوری اسلامی ادامه میدن و به یک نوعی نه فقط خیانت به مردم ایران میکنن بلکه به ناهید تقوی که شهروندشون هست خیانت میکنن. دیتر کار، رئیس گروه بررسی ایران در سازمان عفو بین الملل در آلمان، معتقد است آنگونه که لازم است فعالیتی از سوی دولت فدرال در خصوص آزادی ناهید تقوی صورت نگرفته. او نیز همچون مریم کلارن معتقد است که دیپلماسی سکوت در حال حاضر روش کار مقام‌های آلمانی است. فکر نمی کنم آنطور که لازم باشد فعالیت کرده باشند. من نمی دانم پشت پرده چه می گذرد و اینکه مذاکرات یا گفتگوهای محرمانه با ایران در چه مورد است. ولی تا الان فکر می‌کنیم به اندازه کافی کار نکردند. البته ما از همکاری آلمان و ایسلند برای ایجاد کمیته حقیقت‌یاب و بررسی نقض حقوق بشر در ایران و از سوی جمهوری اسلامی قدردان هستیم. ولی تا الان به نظرم بیش از حد روی دیپلماسی سکوت اتکا کردند. می‌توانند برای ناهید تقوی خیلی کارهای دیگر انجام دهند. او از دیدگاه ما قربانی گروگانگیری است و یک معاهده جهانی علیه گروگانگیری وجود دارد و طبق این معاهده دولت آلمان می تواند اقدامات حقوقی و قضایی علیه جمهوری اسلامی و دیگر نمایندگان ایران که در گروگانگیری و دیگر اقدامات نقض حقوق بشر مشارکت دارند اقامه کند. ناهید تقوی که بیش از 40 سال ساکن شهر کلن آلمان است، حالا بیش از 3 سال است که در زندان جمهوری اسلامی است. از مریم، دختر او، تا دیگر فعالان سیاسی و شهروندان جامعه ورزش این شهر تلاش می کنند صدای او باشند. در روز جهانی حقوق بشر، همزمان با برگزاری مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، دیگر فعال سیاسی زندانی در ایران، تیم فوتبال FC کلن در بازی خانگی خود با تیم ماینز در یک اقدام مشترک با سازمان عفو بین الملل تحت شعار همه با هم برای انسانها
تصاویری از ناهید تقوی را به نمایش گذاشت تا توجه افکار عمومی را به حبس این فعال حقوق زنان جلب کند. ورنر وولف، مدیر عامل این باشگاه، در گفتگوی با صدای آمریکا گفت: تلاشمان بر این بود با 135,000 عضوی که داشتیم پیام سازمان عفو بین الملل را برسانیم. The idea behind is to use our broad range. ایده اصلی این بود که از دسترسی گسترده خود به عنوان باشگاه فوتبالی با 135,000 عضو به چنین سازمان‌ها یا نهادهایی کمک کنیم پیام خود را برسانند. در مورد همکاری با عفو بین‌الملل گفتیم خوب است که این بار روی پیامی یا فعالیتی در مورد کلن که شهر خودمان است تمرکز کنیم. پارلمان اروپا به تازگی با انتشار قطعنامه‌ای ضمن اشاره به وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی فوری همه قربانیان بازداشت‌های مستبدانه و مدافعان حقوق بشر و آزادی فوری و بدون قید و شرط شهروندان دو تابعیتی و غیر ایرانی زندانی در ایران از جمله یوهان فلدروز، احمد رضا جلالی، ناهید تقوی، کامران قادری و جمشید شارمهد شد و از جمهوری اسلامی خواست به تبعیض علیه زنان و دختران و دیپلماسی گروگانگیری پایان دهد. سارا دماوندان، صدای آمریکا، آلمان.